چی شده تصمیم گرفتی که این حجاب رو دور بندازی و با این موهای خوشگلت بنشینی و در واقع به قضاوت و چیزی که جمهوری اسلامی رو عصبانی کرده؟ خودت بگو چه اتفاقی افتاد؟ حقیقتش خب این عقیده من بود که خب هیچ وقت من به حجاب اعتقادی نداشتم و خب دیگه وقتی هم که اومدم آمریکا زندگی میکردم که خب این مشخصه که دیگه اومدم یه جامعه‌ای که آزاد هست و خب دوست داشتم به این صورت زندگی کنم. بعدم که خب برای این مسابقات رفتم یه کمی حالا استرسش هم داشتم، ولی خب دیگه گفتم که بی خیال، من اونجوری که دوست دارم دیگه برم و داوری کنم. از همه بهتر میدونی که وضعیت زنان ورزشکار الان در دل ایران چجوریه؟ امکاناتی که هست محدوده، خلاصه میشه به یه مثلا کلا ما امکانات خوب ورزشیمون خلاصه میشه به یه کمیته ملی المپیک تو ورزشگاه انقلاب، همین. بقیه اونم تازه دیگه دستگاهش خیلی قدیم شده، بقیه شهرها این امکانات رو ندارن و اگه شما به تاپ ترین لول ورزشی ایران برسید شاید و در حد چند روز امکان استفاده از اون امکانات ورزشی رو دارید، در صورتی که اینجا در تمام خونه هاش حتی در تمام ساختمون ها به جز مجموعه ورزشی اصلا صحبتی نمی کنم که اصلا امکاناتشون، مدارسشون، امکاناتشون به چه صورت است. همین راجع به یه مجتمع مسکونی میخوام صحبت کنم که امکاناتی که داره از کمیته ملی المپیک ایران بالاتر. بانوان ایرانی باید نشون بدن که اینا صاحب مدال میشن تا اعزام بشن، چون بحث همون حجابه و تبلیغات برای حجابه در واقع، نه برای مدال. تا مطمئن نشن که شما مدال آور هستید اعزام نمی کنه، یعنی سهمیه وجود داره میتونن اعزام کنن ولی این اعزام صورت نمیگیره تا مطمئن بشن. در رابطه با ماموران حراست که نگم براتون، از حجاب گرفته تا رفت و آمد تا صحبت تا خوردن همه چی رو میخوان نظارت کنن، اصلا اجازه نمیدن که شما مثلا یه رفتاری که مثلا تو کشور خودت هم حتی داشتی اونجا داشته باشی، یعنی عین یه کودک 4 ساله باهات رفتار میکنن. اگه الان بخوای با فدراسیون وشو ایران از همین تریبون حرف بزنی که علیه تو بیانیه دادن فقط به خاطر اینکه بدون حجاب نشستی و در مسابقات بین‌المللی قضاوت کردی، چه حرفی بهشون میزنی؟ بهترین نیروتون از دست دادین دیگه با این رفتاری که کردین و خب من خیلی سالها براتون زحمت کشیدم، من از زندگیمون گذاشتیم تا اون فدراسیون پا بگیره. شما شاید مدیر باشید و مدیریت کرده باشی، اونم به شرط این بوده که ما حضور داشتیم، اگه ما نبودیم هیچ وقت اون فدراسیون پا نمیگرفت. خب به نام خودتون صرف نکنید موفقیت های فدراسیون ها. خب ممکنه بهتون بگن ما حاضریم شما برگردین به شرط اینکه دوباره حجاب سرتون بکنید. عقیده من که نمیتونم عوض کنم.